آفرین. السلام علیکم افغانستان المرما خام له نجيبه سره خپل دی وکي چې نن روزه هم تاسو په خیر تیر شوی او اوس هم چې روزه مات پر څومره وخت یې غساس د المرما خام سره په خټو غتیر شي زیواز نه يم دا وګور وړکه عسكر هم لمان سره دی او خوشحال جان شما رو خوشحال دید میگم سلام خدمت شما از طریق تمام برنامه زیبای المرما خام به تمام مهمانان عزیزم بالخصوص تمام نیروهای امنیتی که همکنون ما رو تماشا میکنه بازم برشان میگم اگه پیام زیبا خاطرات جالب در جریان افطار در ولایات و در مراکز در هر جایی که هستن دارن برای ما در فیسبوک المرما خام ارسال بکند او را به خانش خواهد گرفتیم بله آ و اوس تو لباس نظامی پوشیدی کلام در سرت است حداقل یک رسم تعظیمی عسکری خوب بکو نه تشکر بعد از برنامه تصمیم این وقت آمادگی نگرفتیم با میریم طرف آشپزخانه؟ میریم عسکر آمده امروز مویش بسیار خوب جور کرده بیا عسکر لطف خانم بیات آه خانم بیات آه خوش آمدید شرغل است تاسته هم شرغل است وای ما او کوچنی عسکر ته هم شرغل است وای ما او نن در ریفریختی است عسکر شو ځکه چې تام نظامی لباس نه غوستی او دی هم او نن دواړه او 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 لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم نن غواړم چې مایچا کباب ورته جوړ کوم ایله چې مایچا کباب مایچا کباب د چرګ د ورنونو جوړیږي او چې دغه وړ د ورنونو باندې وړې کې غټي وینو به د مایچا کباب په غوړې کې ته کولې چې ښکارې کې چې سمري کنه په دوه اندازه باندې لګزره یو نیمه چې غټي هغه پروا نه کوي دومره او د دې نه چې وړ پیدا کې لاخه ده ښه چې سمره وړې دومره هغه راخه ده او سلاد هم لرو او سلاد شوبه هم جوړو زبا مواد معرفی کم یو کیلو بادرنگ دی جعفری ضرورت کرا مرچک هم ضرورت کرا استفاده کیگی یو کیلو مسته یو کیلو غوخه و گشنیز اوگا ضرورت کرا چکلی جوڑو رومیان شپک دانی وری ضرورت کرا مالگا و چرگ مساله او دنیا دا هم ضرورت کرا پکی کارو عالی عالی است خب دیگه چی سلات تا او ایل نمایی چی کم خواست سلات تا که چنگا دید پارا د دې لپاره دومره خاص هم نه ده ځکه دومره بدرنګ نه او دوه رومې نه ګټه اخلو دا به مکس وړیږي ډېر به میده میده وړیږي او څنګه به لږ ذره جعفری هم وړو جعفری سره به د دې خوند ډېر زیاتیږي دا کباب تاسو کوم ویلې ما چا کباب نه دي چرګ د غوښې نه نو که دا راته وایي چې دا څومره د واخیزه به څومره خلکو ته کفایت وکړي چې دا یو کیلو یې یو کیلو یې نو که څوک روژه ماتوي نو تاسو وګورئ چې نه فیصده یعنی نه نفر کولی شي چې دا تینا ګټه واخلي او که داسې انسانان هم شته دي چې یو کیلو دوه کسه یې وخوري درې کسه یې وخوري ښه صحیح ده نو دې ته څه داسې لواب غوندې هم جوړی که نه دا نه نه دا صرف همداسې وچ پخیږي او څنګ کې سلاد دی او مخکې دا غوښه چشکې نه ده ښکته کړې دا به مرته وایم لیدونکو ته دې کې وګورئ تاسو سرکه لیدل کیږي صرف سرکه کې دا کولی شئ چې مخکې دې نه باید د دې هغه پوستکی لرې کوي پوستکی ځکه چې ډېر ضرر لري او پوستکی هېڅ وخت نه خورمه کې نه سره کول وخت کې دې نه ایسته کوئ ګټه ترې نه مه اخلئ وروسته د هغه نه بیا تاسو کولی شئ دې کې سرکه اضافه کړئ نور هېڅ مواد مه اضافه کوئ یعنې پیاز هوږه او دا شیان پکې مه اچوئ ځکه چې دا ما سرکه چې اضافه کوو دا خمبیک لپاره هغه برطرفه کوي اخته ده ضرورت نه لري چې دا اخته شي سید خیر اوسې ډیره مننه تشکر او درته وایم چې دغه کباب خلک په روژه ماته کې په خی نو څومره وخت اخلي نسبتا د موږ خوانه دقیق معلومات دقیق ورته معلومات د دې دغه ټول کار چا ماده او د ډیر کم اور باندې پخېږي تاسو هم کوشش وکړئ چې ډیر اور پرېږدئ چې دا ډیر اور پرېږدئ به دې سر سرکیږي او مېز خام پات کې دا اور باید مړ اور پسې لګ لګ کی او دا یو بل مخ باندې شي بیا ورور پخېږي او که یو دم ور زیات کینو مېز خام پات کیږي او سر به پوخ ښه صحیح ده ډېره مننه مې به بیرته در ترازم چې ته د کار د شروع کې په دې خاطر چې زه غواړم چې ته غوړي څومره استفاده کوي او دا چې ته سره کوي دا د دې لپاره صحیح ده دا غوړي پکې استفاده کوو د دې نه زیات نه وا دا 100 ګرامه وای او په دې کې دا یو کیلو وخت سره کوم صحیح صحیح ده ډیر ښه ډیر ښه شکر صحیح ده آفرین نو شیر احمد خپل شپزی شروع کوي له خیره سره او مونږ هم زو د هغه ماشومان خواته چې هغه دل تراغلی دي د سوال جواب برخه کې چې هغه د پارم پرایم موبایل له مونږ سره مرسته خو خبرونه د پاره کړی خو دغه بخش د پاره دغه برخه د پاره خاص چې هر ماشوم چې وګټي هغه ته به د پرایم موبایل د تر خوانه یو خاصه موبایل ورکو او د موبایل ز وایم چې تاسو ته درخاره هم کما او دا موبایل دی د پرایم موبایل د خوانه
او هر چا چې صحیح جواب ورکړ ډیر صحیح جوابونه ورکړو د پرایم موبایل خونه به دغه موبایل اخلي. نو دواړه هم چې دی په خپل سنف کې ویلي دي زمونږ ټیم چې موږ دواړه درې نمبر است په خپل سنف کې. نو زماني کې هلي لتا سره دی خدای دې وکړي چې خه دا سوال جواب په خټو کې باندې مخ ته ویسي. خوشحال جان شما میتونین کې اناره بوګین کې خود معرفي کنه و ما اسکر هم میریم. اسکر بیا سلام لاله عزیزم، خوش آمدی به برنامه امروز. خود معرفی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولد مطلب هستم فافتم. خب الهام جان آماده هستی که سوال اول از طرف پرایم موبایل بله. جواب بدی؟ بله. مراسم نهالشانی همه ساله در کدام روز برگزار میگرده؟ در روز اول سال یا نوروز. آفرین. مثالی اگم قلم هم بگیرم. قلم اینه. جواب دومه، سوال دومه آماده هستی که جواب بدی؟ بله. سوال دومه از طرف پرایم موبایل است. خداوند پیغمبران را برای چی فرستاده است؟ برای راهنمایی بشریت. برای؟ راهنمایی بشریت. راهنمایی به خاطر یک مسلمان شدن. درست است. سوال سوم از طرف پرایم موبایل، چند نوع غله ها را نام بگیرید؟ جو، جواری و غیره. نی و غیره خود نمیه بچه. جو، جواری و غیره. جو، جواری دیگه. کم فکر میتونی؟ چهار جز داره، دو جز شه گفتی، دو جز دیگه شه که نگویی سوالت صحیح نمیبره. لوبیا جواب درست هم عبارت میگم. غله های عبارت از گندم، برنج، جو، جواری و غیره. درست. خب سوال چهارم آماده هستی که از طرف پرایم موبایل براتون ترتیب شده جواب بده؟ بله. اخلاق خوب چی معنی دارد؟ اخلاق خوب یعنی گفتار و کردار خوب را اخلاق خوب میگه. جواب درسته. ما برات میگم اخلاق خوب به معنی خوب خصلت خوب است. خصلت خوب است به معنی خوی و خصلت خوب است. درست. آماده هستی که سوال پنجم جوابتی؟ بله. امام حسین رضی الله تعالی عنه در کجا تولد گردیده است؟ در مدینه. خوب فکر کو، مطمئن شو امیگه پدا. مطمئن هستی؟ آیا مطمئن هستی که در مدینه منوره به دنیا آمده؟ بله. بله؟ بله. جواب درست است. مفادین آماده هستی که سوال ششم از طرف پرایم موبایل براتون ترتیب شده جواب بتین؟ بله. اکثریت مردم قریه مصروف کدام پیشه ها است یا کدام کارها است؟ دهقانی، زراعت، دهقانی، زراعت و مالداری. خب جواب درست است. سوال هفتم از طرف پرایم موبایل، در قرآن کریم چند سجده و تلاوت وجود دارد؟ سجده تلاوت وجود داره. یازده. یازده؟ یکم فکر بکو. سیزده تاست. نه. خود اونجا اشتکا فکر کنم. خوشحال مایک هست اونجا پیش شما؟ مایک هست. مایک بگیرین و آفرین. نامتان خود معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد فرزاد هستم و در کارتینه زندگی میکنیم. در مکتب آشوب میمنوال. و یک سلام خاطر با مادر جانم، هم صنفای زینم، خصوصا مهران الله و بلال جان که تمام هم کاری کردن. و جوابش هست 14 سجده تلاوت در قرآن کریم می باشد. آفرین. آفرین. دقیق. بسیار خوب. آفرین. سوال هشتم. سوال هشتم از طرف پرایم موبایل،
سوره فاتحه در کجا نازل شده است؟ سوره فاتحه در مکه. در جواب درست است. حالا میبینیم که خواهر گل ما نازنین چند سوال جواب دادم ایتانه و خود معرفی بکنیم. به نام خداوند یکتا سلام به نجیبه، خواهر بزرگ ما نجیبه جان و کارمندهایشان و نازنین سروری هستم، متعلم صنف هفتم و میمان برنامه شما. و علیکم السلام، خوش آمدید. خوش آمدی. آماده هستی که به سوال اول بله جواب بدی؟ خب، سیستم دورانی خون چیست؟ سیستم دورانی خون چیست؟ شما یاد دارین نوشتگان؟ سیستم دورانی نمیفهمی؟ خب جواب درست ما برات میگم، عبارت از سیستم حل و نقل مواد در بدن است که شامل قلب و رگ‌های خون می شود. خب. سوال دوم از طرف پرایم موبایل، دماغ به چند بخش تقسیم شده است؟ نام بگیرید. دماغ به 3 دسته تقسیم شده است. نخای شوکی به 3 دسته تقسیم شده است. نخای شوکی خودتان یاد دارین؟ دماغ به 3 دسته تقسیم شده، دماغ اکبر، دماغ اصغر و نخای شوقی. آفرین. درست گفته. سوال سوم از طرف پرایم موبایل، فضایل اخلاقی چی نوع فضایل هست؟ فضایل اخلاقی عبارت از فضایل می باشد که اخلاق در خوی خصلت مجاوز شده در نفس می باشد، عبارت از فضایل اخلاقی می باشد، مثلا راستگویی، صداقت، راستگاری. جوابتان درست است. آفرین. آفرین. آماده هستی که سوال چهارم جواب بدی؟ بله. سوال چهارم از طرف پرایم موبایل، صدقه فطر به معنی چه معنی دارد یا چی است؟ صدقه فطر چیست؟ هر کی روزه میگیره صدقه فطر میته. روزید که میرنی؟ صدقه فطر ثواب دارد، هر کس میدهد و باید صدقه فطر را بر آدم های مسکین، غریب، مسافر به آنها داده شود. خودش تعریف کنید. تعریفش که چی هستی؟ صدقه فطر. خب، جواب درست هم برات میتم. یک دقیقه از وشتو که پرسان کنیم، شما یاد داری؟ شما میفهمیم بچه؟ خب، شیر احمد خودت یاد داری؟ صدقه فطر کستک مطابق هم و اولاد است، فکر کنم خواه. که چند تا اولاد می داشته باشند، باز پیسیش نمی فهمم چقدر که 100 افغانی است، 80 افغانی است. ما ارزوی تنم رقم هستیم. خب، ما جواب درست براتون میگم، باشه شما متوجه باشین. صدقه فطر بر هر مسلمان که مالک نصاب شرعی باشد، صدقه فطر واجب است و از خود و تمام فرزندان صغیر خود باید صدقه فطر بدهد. خب، سوال چهارم از طرف سوال پنجم از طرف پرایم موبایل، تنفس چی را میگوید؟ تنفس عبارت از عملیه خارج نمودن کربن دی اکساید و گرفتن اکسیژن، عبارت از تنفس میباشد. آفرین، جواب درست است. سوال ششم از طرف پرایم موبایل، خط فرضی استوار کدام خط را میگوید؟ خط فرضی استوار کدام خط را میگه؟ خط فرضی استوار عبارت از خط می باشد که امو خط به اثر از امو استوار باشد، محکم باشد. اوش تو خود یاد داری؟ خواه خط فرضی استوار خط را می گوید که زمین را به دو سیم مساوی 90 درجه تقسیم می کند، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی. آلی. آفرین، جوابت بسیار درست است. آفرین. سوال هفتم از طرف پرایم موبایل، مرکز ولایات زیل کدام ها اند؟ زیل، مرکز ولایات زیل کدام ها اند؟ بغلان، پکتیا، پنشیر، پکتیکا، پنشیر، کندوز، تخار. مرکز ولایت بغلان منان بگی کدام ولایت چی نام داره؟ بغلان مرکز ولایتش چی نام داره؟ خب، تات درزی اول زن معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم، نمی روح الله ده
او شپږم ټولګي زده کوونکی يم. پنشیر بازارک، بغلان، پلخمري. پلخمري، پکتیکا. پکتیکا، پکتیا. پکتیا، کندوز. کندوز. سید د سې کوچ زو د میتا د مینه ورس راستانه کیګو د غزواب بیا رولاته نه یوري بیا باید جواب ورکې. سید د ما واخلې د مینه ورس. شراغلاس خبرونه لمر ما خام له نجيبې سره او څنګه چې تاسو معلومه چې دغه هفته مونږه لمر ما خام ډالې کړې خپل هغه قهرمانانو ته خپل سربازانو ته چې هغه دا وخت د خپل وطن د افغانستان د خاورې نه دفاع کوي د خپل خلکو نه دفاع کوي نو دغه وړقۍ اسکر هم لمونږ سره دی خوشحال جان هم لمونږ سره دی او د دغه غونډې نورم ډیر ماشومان چې دی هغه دلته دي نو زمونږ د سوال جواب برخه چې د پرایم موبایل په مرسته باندې مونږ مخ کې وړو نو زه غواړم چې خوشحال جان تاسو ادامه ورکړئ اسکر تبیم بچیم اسکر تیار سای استاد بود خب سوالایی که از خودتان بود میتونین دوباره او را تکرار بکنین که مرکز ولایات ولایات زل کدام ها هن؟ بغلان، پکتیکا، پنشیر، کندوز، تخار پنشیر، بازارک، بلخ، پلخمری، پکتیا، پکتیکا خو خودت یاد داری دیگه دوست ما که هست؟ پکتیکا طالقان هست دیگه از کندوز از کندوز خو کندوز از ورقه میفهمیم دیگه شد تا دیگه شون بود دیگه شکی بانده؟ کلیش خلاص شد؟ پکتیکا نه پکتیکا رو گفت بخیالم که بغلان بود بغلان نه از پکتیکا نیکی بغلان؟ نه از بغلان گفتن پلخمری از بغلان پلخمری او را گفتن از پکتیکا را بگو از پکتیکا را بگو پکتیا می باشد پکتیا خو عالی سایست اوکی آفرین کل اشتگاه آفرین نام خدا با استعداد است آفرین و از پکتیکا شرانه خو صرف سوال آخر از طرف پرایم موبایل روز آخر کدام روز است روز آخر روز آخرت روز قیام روز آخر روز آخرت روز قیامت می باشد که تمام کسایی که می میرند دوباره به قدرت خداوند جل جلاله آنا زنده میشند و اعمال خوب بعدشان و اعمال خوب بعدشان اشکار می شود و کسایی که اعمال خوب کردند به جنت و کسایی که اعمال بد کردند سزای اعمالشان را می بینند و به دوزخ آفرین سوال ها عالی همگی جواب دادن و همگی و فکر کنم که تیم ای که هست او سوالش الهام جان شهر سوال جواب داد و این اینمی موبایل پرایم موبایل که هست از خود کدین شما بیاین دیگه خو الهام جان ای هم از طرف پرایم موبایل خو و الهام جان الان بر ما میگه که باینده چی میخوای که جور شوی؟ انجینیر ساختمانی خو سایسته باز با اینمی تلویزیون ما یک استودیو کلان خوب جور میکنی نی؟ بیاین شما بیاین سایسته؟ درست و این موبایل که خودت میگیری یا در خانه و مادرت میگی یا پدر جان اینجا ببینم کی میگیره ببینیم کی میگیره یا نی از خود میگیره نی و میفهمیدم خود جای خود بشین و خود آفرین زیاد جواب بار ما که از خود یک چیز بگیم برات که زیاد نام خدا با جرات هستی و این نمی گفت بودن که خوشم آمد و این نمی تو دخترای ما با جرات باشه این ما در برنامه که اینجا میاین سوال و جواب یک ما به خاطر است که شما را ببینیم و شما استعدادتان خودتان ببینین که چه قیاد بیاد است و از او کده مهم گپی است که شما ما میخوایم جرات شما را ببینیم این نمی گپ زدن خدا و اونمو که پیش کمره میاین پیش این کل دنیا شما را میبینه این نمی بسیار مهم است بچیم بله من به خاطر جایزه مهم نیست
امی که ما استعداد ما را ببینیم که چقدر است و من به خاطر امتحان کردن استعدادم اینجا آمدم. عالی، و ما خوش شدیم که برنامه ما آمدی و برای ما بگو که خودت آینده به خیر چی جور میشی. من میخواهم آینده مثل مسعود افغان وره یک خدمت کننده به وطنم باشم. عالی عالی، انشالله. و دعای ما که خودت است و در افطاری که ما مهمان هستیم. تشکر. صحیح روزم نگرفتی میگم بازم. خب برده جای با جای خودت بشی بخیر و یک گوشتو که مثل شما واری یک دیگه هم با استعداد گوشتو کسی اینجا بر ما نات بخیر میخونه. روح الله جان، خوشحال جان مایک شاینا بیارین و روح الله جان رش ازویم. افرین سید آغا نوز اخپلی چپلکی ورگی شوی دی ترسو چی آغا روح الله جان اخپلی چپلکی پیدا کی. نو اول خو افرین دل تراش روح الله تا خو مخکیم زن معرفی که کنن زویا او یا وری بیا زن معرفی که نوم می روح الله ده دقر زمان خان دلتا برنامه تر غلیم او بش پیغام ټولګه کې او د کابل سیس په خوندې کې. افرین. ها بسم الله الرحمن الرحیم. ناز شریف پسینه کې دې ځای راکړه ځکه نام د نام یې زنیم زرنا یم پتیارو کې رهنو مست د منزل یم زدکوم یې یادوم یې ټول جهان را پورې ور دی د ساتلو ځای مې نشته کلی کور راته تنور دی ما په مینه مینه لوله زه میلمه ستا د ګوګل یم زه رڼا یم په تیارو کې رهنما ستا د منزل یم پیروان مې په وفا کې سزا وینې شي کنجي خوري چاچی یاد یم چاچی زده یم په سینو باندې برچی خوري زر مې واخله زر مې ښکل که په خپو غوبل غوبل یم زه رڼا یم په تیارو کې رهنما ستا د منزل یم ته به وایې چې دا څوک دی زه قرآن د خدای کتاب یم زه کلام دستا د ژوند یم تفسیر شوی په باب یم نن یهود او نصارا او پانا پانا پا یرغل یم زه رڼا یم په تیارو کې رهنما ستا د منزل یم په یاری کې مې قبول کړه کړاوونه تکلیفونه تل به نه وي دا ظلمونه خدای به راولي وختونه مجروحی کې مې څوک یاد کې بیا به سخته کې مریم زه رڼا یم په تیارو کې رهنما ستا د منزل یم. ډېر ښه، نامخته نامخته نامخته. او روح الله جانه، دا هم د ایشان تولیداتو دخوان یو ښایسته ډالۍ ستا دپاره. خو دې نه مخکې چې دا ډالۍ تا ته درکړم، ته باید ووایې چې ته آینده کې څه جوړېدل غواړې. زه غواړم چې آینده کې یو خدان شم. څه؟ حقوقدان. حقوقدان سیدن حقوقدان چې شی بیا به نو ستا اولنی کار څه شی؟ زما اولنی کار به خپل وطن ته خدمت وکړم. ښه، له خیره سره، آفرین. نو دا واخله، د ایشان تولیدات هم دغه غواړي چې ستاسو غوندې ماشومان تشویق شي او دغه توفې دې دپاره تاسو سره لیږي. نو تاسو لږ په خپل ځای باندې کېدئ له خیره سره، او هغه ماشومان چې غواړي چې د روح الله غوندې او د نورو ماشومانو غوندې غواړي چې د لمر ماښام په دې خپرونه کې برخه واخلي، موږ ته ډېر ایمیلز راځي. او زه فکر کوم دلته چې څومره ماشومان راځي، هغه هم هغه ایمیل چې موږ ته المار ډاټ ماښام ایچ المار ډاټ ټي وي کې رالیږي، د هغې په ذریعه باندې موږ ټیم هغوی سره رابطه کوي. هغوی را غواړي خودتان از طریق ایمیل سند کرده بودین یا زنګ زده بودین؟ نه، برادرم خودشان آمده بودن. خو سایسته، و خودتون؟ ایمیل. ایمیل کرده بودین؟ بله. خو سایسته. او بیا هم که په دې روژه کې تکلیف نشي کولی چې راشي زموږ دفتره پورې، ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او روژه ده، نو کولی چې المار ډاټ ماښام ایچ المار ډاټ ټي وي په دې باندې ایمیل راولیږي. زموږ ټیم به خامخا له تاسو سره څه ورته چې کانټیکټ کوي، او تاسو کله چې ایمیل لګي خپل ټلیفون نمبر لیکئ چې بیا ضرورت دې ته نه چې زموږ ټیم تاسو نه پوښتنه وکړي د هغې دپاره. او اوس هم د مې ته به زه خود د مې نه مخکې زه غواړم چې ډېر ایمیلز ماته راغلي، غواړم چې هغه جواب کړم. چې ټول خوشحال جان صحیح و، نو زه به د ایمیل خواته او ایمیل ته به جواب ورکړو، خو هغې نه مخکې زه غواړم اشپزخانې ته ولاړه شم. دا وګورئ، زه غواړم چې لږ وښکاره کړي چې دا د ما لږ اینه
دا وګوره څنګه او دا لګ لګ دا چرګ باندې تا مساله چولې ده او په چاړه لګ لګ پری کړه کنه کله چې خل لګ پاخه شي ورسته نه موږ کولای شو چې لګ مساله پیو چې لومړی باید مساله وانی چې ښه ډیر ښه ایمیل ما ته راغلې ده مرزیا عالمی مونږ ته ایمیل را لګلې ده به زه وایم خو دمره دمې ته به زو به او بیرته راستنې کیږي له خیره سره چې دمین ورسته راشه به ایمیل ته هم جواب ورکو او نور ماشومان چې موږ د پاره کې توفی لري هغه به هم موږ په خبرونه کې زیو او دا چکنی هم ستاسو تیار د دسرخان به هم اور خا نو دمه واخلې د مینه ورس به راسانې کیږي لخه مر ما خام له نجيبې سره او اوس همزم د هغه ماشومان خواته چې هغه په دې خبرونه کې لمون سره دی او د الف با یا د ویژوال چې د اغي ورډز گیم کې لمون سره برخه اخلي ویژوال ډیکشنری ورډز گیم کې شروع غلاس السلام علیکم الرحمن الرحیم نام احمد فرزاد است ولد فراموز د کارتنه زندگی میکنیم و یک سلام خاص دارم به مادر جانم و پدر جانم و کسایی که ما را از پرده تلویزیون مشاهده میکنن و یک سلام خاص به شما نجیب جان و به استاد خوشحال اگر برای ما سلام نمیگفتی ولی ما قید میکنیم شده هایتا با خاطر خب مادر جان تا فکر کنم زیاد دوست داری خب آفرین خب خودتان از من نوم محمد یونس د وم ټولګي څخه یو سلام تاسو ته او یو تاسو ګران همکار ته یو سلام خپل مورجان ته او ټول د دیدونکو ته چې دا وخت تاسو ګوري له خیره سره سیده ښه نو قلم برتون داده بودم خوشحال جان ها قرض دیگه باز قرض داده عمیق ها دیگه خب اول از خودت د الف ها الف نراتا کم از کم د پینزو شیانو نمونه واخله خو نام شای باشه خو اره هم انگور خو انار نام شای باشه آه خود یاد داری؟ تو یاد بیان دیدی؟ ابر ها؟ ابر ابر؟ خا د تاسو نه دا تو او تو وای بسم الله الرحمن الرحیم نو مې هتل د قلعه زمان خان د برنامه تر غلم او سلام تاسو همکارانو ته اوس نو جواب مړه ته وای زو الف انار انګور ډیره مهرباني دا خود وای احمد الله خا دوار کا مایک ور کا مای ور کا بسم الله الرحمن الرحیم نو مې وجه طلع د دراوس درام ټول کیز لا کاون کا یا سلام تاسو ته سلام تاسو کار کاون کوم دا جواب زو استاد تو الف ناک ا الف ناک الف ناک الف ناک افرین سورج دې نیولې نن سورو جدی نن ویلی یا ما ویلی چې په ما سخته ده خو چې ته مې ورې دې اوس په یقین چې نه زماره زیاته په چا روزه سخته ده چې رحمت ته زو ها تاریخ ها او خوشحال جان اچا خو سایس خو بیا لاغه نه ورسره راځو د جیم تاسو راځه د جیم نه د یو پنځو شیانو نمونه واخلئ جیم جواب جواب شایدا جواب جارو خا جارو جک جگ خا جیل نا د سر مهرباني ناک بس الف ناک بس یو
او خو خودتان جو جراب دیگه جگر جگر جواری خو خودتان یاد دارین؟ اینمی مایک بگیرین مایک بگیرین الا شاباش اول خودت جم از جیم؟ جمیل نه جمیل خو نام از نام شای بگیرین که یک شای نام از جیم شروع شوان خود خودت یاد داری خواهر تا بتمو افرین جمیل تشکر اینو که شما هم جمیل گفتین ما خوش شدم جواری 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 خوب سایست اینمی خواهر ما که سرخ سرخ چادر پوجا ایم یاد داری؟ دست بالا کده بودی؟ نه خو سایست خو او بوز هم بیر ترازه ما استاس خواته ده حی نراته ده دو شیانو نمونه واخره ده دو شیانو حلوه حیات حیات؟ زندگی زویا زندگی شای نده تک چا تاوی چی در شای ده تک اغی تا باید اغا شای وی لکه زویا ما چی قلم قف یعنی قلم داده بسیم نداری؟ خودت یاد داری؟ خب بگو ده هیست دختر جان از هی حولی حولی خب سایست از شیر احمد پرسان میکنیم شیر احمد؟ حرام ها؟ حرام حرام شای نده خب حرام حرام دیگه نه یعنی شای وزدی ماشمان نه چگیل هو کمارو تنه ما په خبره ځان نه پوهه خیر ښه بیرته هم ځو د بلې پښتنې خواته او ټیمبي خواته ځمه صحیح ده او د ټیمبي ته به ځم چې د دال نه راته د پنځو شیانو نوم دال نخود دال نخود دروازه دروازه دیګ دیګ نو دوبله دول دول او دبر نه دا خو ډول راځي ډول کدری کې ورته ډول وای دهلیز دهلیز افرین او ښه څلور ځوابونه تاسو ورکړ خپل تم ډیرو خلکو لاسونه پورته کړی ښه تخپل وای دال دکان دال دکان افرین خودی ته انده خویندې چې نورې ناصری ها خودی ته یاد لري ها چادر سیاه کې پوښتنه ها چی؟ دال درخت دال درخت افرین افرین اونجا اوه 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 نمو کسی که روزه گرفته؟ ها زیر تو وایم؟ دال نه؟ دوا دوا خواکی چه روحولا؟ داود داود خونم ده زویا خطو وایم؟ الیف نناک؟ او؟ دال داشتن داشتن؟ داشتن داشتن خواه تو خو موعظه که تا دون اغرد تقریر رو که به جواب دال داشت داشت که نه داشت خواه داست دال داست داست خواه سعیده میره بانی می خواه یک دانه مانده؟ دگدان دگدان دگ دگدان اوکی سعیده نو دار هم سعیده پس طرف خودت میم و از غین بر ما سه کلمه بگوین سه کلمه سه کلمه نی نام سه شای بگیرین که از غین شروع میشن غوچی چی؟ غوچی غوچی غار غار کجای هسته شای نیسته غلیز غلیز شما یاد دارین؟ خودیت یاد پیاد دیدی چه؟ وایده؟ غوا 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 چنگه ناری کهی؟ نه اوز بای غوا دیویل اوز باید وای غوا چنگه وای؟ میاو؟ نه چه وای؟ خود دیگه؟ خودت؟ غور غور خور رولا؟ غم 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 خوشای نده کنه زوی؟ غر 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 زای ده کنه شما یاد دارین؟ خو خوشان
غولاق. غولاق، آفرین. غوری که ما برنج میخوریم در بینش و برنده زویمه. نه وقت نلرو بیا بلواری خبر آوگا. بلواری خبر آوگا. خواه سعیده، زه فکر کنم چو تیم بی زمونگا گتون که ده سعیده، و تا طول نزیاد جوابونه ورکری راشد ده ایشان تولیده دخانه خایسته تو فتا تا در کما. اینه دا همسا او لاشی اغلطا کینه آفرین و اوم دی سرا دماخلو دمین ورس راستانی کیو. شراغلاس خبرون المرمه خام له نجیبې سره او دسترخان له خیره سره زمونږ نن اوار شو بیا او تاسو به هم د دسترخان د واریدو تیاریانې شروع کړي اشپزخانه کې به زمونږ ټول خویندې مصروف یا او د هغو څومو لیدونکي دي نور نو هغې به هم دې ته اماده یي چې ځکه ډېر خلک به دا هوا د درې څلور ورځو راسې چې میویني گفتم باش که نمایندګي از کدام قطع میکنی امروز زه خو د خپرونه کې خو د ټولو نظامیانو تو ته نمایندگی کومه او څنګه چې تاسو هم دلته کېستئ ځکه چې هر قطعه کې چې زمونږ پولیس دي که کمانډو دي نو دا وخت اوس د پولیس کمانډو دغه چې دی نو زه کومه نمایندګي کومه دې خپرونه کې یعنی قمانداني قطعات خاص پولیس مرکز تعلیمات ویژه پولیس نیروهای ویژه امروز نمایندگی میکنی که در رأس از او جناب سید احمد روشندل پاسوال سید احمد روشندل قرار داره. خب علی چرا نخواستی او را؟ خواسته بودم ایشان مزرعه خدا گفت مسنجر صدایشان هست. خب صدایش باید من بشنویم. آه بس بر پلی میکنم با. نه پلی نمیکنی. علی پلی میکنی. ما پلیس هستم. خب موبایل من علی تحقیقات میکنم. کی راست است یا دروغ است. ما باید صدایش بشنوم خودم. ما برشان گفته بودم برم پاس تماس گرفتن که دلش روشن است چطور نامده؟ سودیو ما چقدر روشن است؟ بازو هم همونطور آدم در مقابل وطن خود همونطور روشن فکر است و در مقابل دشمن باز بسیار تند و برنده هست و جا داره تشکری بکنیم از جلالت ما محترم وزیر امور داخله وزیر مدبر و با انگیزه و با ابتکار که ورزش و به خصوص نظام و فساد از چوکات وزارت امور داخله دور کرده و همه به شکل یکسان از حقوق و امتیازات خود برخوردار است و جا داره که تشکری بکنیم از قماندان خود ما جناب سرپرست قماندانی تعلیم و تربیت جناب مل پاسوال سردار محمد کودامنی استاد بزرگوار پلیس است اونا یکی از شخصیت های علمی ما خو میگیم که کل درد خلاص کنی باز میرید خود پلیس که بری باز اونجا استاد هستن بله خوب پلیس که میری باز اکادمی پلیس هم میخوانی بعد از کورس های ارتقایی را میخوانی کورس های ظرفیت را میخوانی در قطعات خاص بری کورس های قطعات خاص را میخوانی در پلیس سرحدی بری ما عمد رقم یک وقت قماندان توله سه سپورت قوای سرحدی بودم در وقت که المر ماخام آمده بودی المر ماخام از قوای سرحدی بودم و امی لباس امروز هم بتن دارم و روز هم بتن داشتم و قبل از او باز در قطعات خاص بودم صحیح اینه می قطعات خاص که از چی کار میکنه؟ او کماندوی پلیس است که امروز تو نمایندگی میکنه چی وظیفه چی میگه؟ وظایف همی انتحاری ها کارهای خاص میکنه همی انتحاری هایی که مید را در یکان ساختمان ها باز میره اینا از بینش میبره امروز تو از اونا نمایندگی میکنی نه تا دلیر باش نمیترسم خب صحیح اونجا یک گوشتوکه که ما دیگه هم شیشته است زوی تا تور کلی چی اغوستی زوی تا دستی و که لگ بخامخ کینه صحیح تا چیر تا زن او دقیقه تا لگ بخامخ کینه مایک و اخلا و منگ تا خیسته قیرت همو که مغل تا کینه و مغل تا کینه خیر ده افرین افرین یو خیسته قیرت مایک چا سره دیده غلطا اینا مایک هم پوت میکنین دیگه خواه زوی نوم و اخلا اخپل سلام رحمان رحیم مانم و جتولاد ایدرام سم زکون که ما یو سلام نستاسو یو سلام نستاسو هم کاران توی یو سلام زما خایستا انا تا چی دا وقت زما خبرونه گوری سلام رحمان رحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تشکر است واجویتو خا مهربانی استاد څخه. او نن اوس هم زغواله ما چیز منګه ولار شو د نن د حدیث خواته چې نن ورځی حدیث شریف لمون سره کم یو. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی هیڅ مسلمان د پاره حلال نه دی چې بل مسلمان وډاروي. یعنی یو مسلمان باید بل مسلمان ونه ډار کې داغه د پاره حلال نه ده. او که موږ تاسو وګورو نو څومره موږ خلک ډارو په څه څه نمونو باندې په څه څه خبرو باندې په څومره عادي ته یو رقم ته موږ چې بلیک میلینګ چې کوم ورته وای هغه موږ کوو. نو خدای دې موږ ټول ته د نیکۍ دادو کې دا مې واورې چې کومه ورځ موږ ټول خوش وو نو حالات به هم ښه وي، دنیا به هم ښایسته وي، ملک به هم ښایسته وي او موږ به هم ښه یو. نو هغه خبره ده چې وای څنګه مې هغه سیږي او دا خبره ده وای چې څنګه ریایي هغه سی په حکمرانان هم راځي. نو ریایي چې موږ خپل ځان تر څو اسلام نکو په ځای دی چې بل ته ګوتو نیسو او دا د سې نکو نو نکیږي ځکه چې موږ همیشه کتلې دي موږ همیشه بل ته ګوتو نیسو یا بل ته خبره ډیره په اسانۍ باندې کو خو خپل ځان تم کل نه دي کتل چې خپل ځان کې زموږ خامیانې دي. دغه یو ډیر غټ مشکل لږه کومه همیشه زمونږ ژوند د خطر سره د مشکل سره د خفغان سره مخي. ښه د سرزم د almar.maham@almar.tv ایمیل خواته چې مشته ایمیل لغه سلام نجيبه جان امید کې خوب باشین. ما و فاميلي برنامه زیبای شما را امر روز میبینیم و علاقمند شما و برنامه شاد شما هستیم. تشکر. و ما تصمیم گرفتیم که خواهرم مزام جان مهمان برنامه شما شود. مزام جان نام خدا دختر لایق است. خو سیسا او دا هم تاسو مونږ ته مرزیا علیمی دا ایمیل را لګلې، تاسو ټلیفون نمبر خپل را لګلې، زمونږ دل مرماخم ټیم ان شاء الله ضرور تاسو سره رابطه وکړي. سلام تاتا او ستا ټولو همکارانو ته. اسماعیل له بلجیم نه. المر تلویزیون په بلجیم کې صحیح کار نه کوي خو بیا هم ستا خپرونه په یوټیوب ګورم، ډیره په زړه پورې ده. او یوه هیله کوم چې د روژې مبارکه میاشت ده نو ټول هیوادوال مو دی په دعا کې یاد وساتي. حتماً له خیره. او تاسو هم ټول هیوادوال هم په خپل څورتوي دعا کې یاد وساتي. ښه او بیا هم زما د فیسبوک خواته او فیسبوک خواته ها دا چا کمنټ ز ځای ورکم. ښه بیا هم سوق د نجيبه جان دا ټول ناپوه افغانان په نمائندګۍ زه در نه بخنه غواړم. نجيبه جان یو نتاقي دا باید د سیاست نصره یو ځای نکو. اف ڈی احمد په فیسبوک باندې دا کمنټ پرې ښایي دا. نو دا چې تاسو د بخښنې غوښتلو هیڅ ضرورت نشته احمد جانه. او بل خبره دا ده چې ناپوهه خلک دی هغې ته به موږ تاسو نن په روژه ماتي کې په یو ځای دعا کوو چې خدای پوهه ورکړي، خدای په ژوند کې داسې یو مقصد ورکړي چې هغه زما او ستا پسې د بدو خبرو په ځای باندې خپل ژوند ښه کړي که نه. نو دا به ډېر ښه کاري. ښه او بیا هم وایي چې او هو 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 شفیق الله نو زما دومره د فیسبوک لیکلي دومره ښایسته چې حد نه لري. او هو 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 ډېره زیاته مننه. بیا هم غریب هلک مونږ ته ویلي سلام نجيبه جانې څنګه یې له روزي سره ډېره ښایسته خپرونه دي جوړه کړې ده زما هم ثواب وګټي که څنګه له خیره. ښه ډېره زیاته مننه. و ډېره مننه روزي سره داسې یم چې دا درې ورځې نو ډېره سخته ده، تنده ډېره زیاته شوې ده. بیا هم فرید مونږ ته لیکلي زمونږ افغانان هم عجیب خلک دي، هر سړی عیبونه ګوري خو ښه والی یې نه ویني، همیشه د نفرت او د بد اخلاقي عمل ترسره کوي، هیڅ ادب احترام نشته. ښه فرید جانه کوم ځای کې چې داسې خلک دي چې هغه
په سوشل میډیا یا په دیزونه کې بده خبري زستاسو خبرو زستاسو په مطلب باندې ورسیدم نو هغه ته د خدای د نیکه هدایتو کې او بل خبر چې ټول افغانان داسې به شک نه دي ځکه چې د مخ ایمیلز دي یا د سانه مخ یا ستاغون افغانان چې کم مثبت سوچ لري هغه هم منګل روبای دا هغه هم په یاد باندې وساتو کم خلک چې د نفرت خبري کوي نو هغه په خپل د نفرت ښکاری او هغه خپل هغه خلک دي چې په زید دي چې حتمان په ژوند کې یو لاسراون نه لري نو هغه هغه خلک دي چې بدني ته بلم خوشاله خپل خوشاله نه بل هم نه غواړي چې خوشاله وګوري خو خیر الله دې په ټولو باندې رحم وکي او الله دې ټول ته خوشحالي په نصیب کړي د ماخلو بیا بیرته راستنې کیږي اغلاست خبرونه المرما خام له نجيبي سره او رماتم لګ وخت پاتې ده وو او شیر احمد ډیره مننه چې زمونږ شورت دي خراب کړ ډیره مننه خو مخ کې پاتې ده لوي او اوس هم خو چی می نمی اسکر چی میګه مایک په شما پرسان کړین چی سلام بته به مادر جان به کاکا شیر سلام بته سلام به مردم افغانستان سلام بته خیلی تو چی هستی کی هستی تو اسکر اسکر چی میکنه اسکر چی میکنه؟ خدمت میکنه. خدمت میکنه. بخیر تو که ترسه استاد چی بخیر دیگه رقم نشد. از ما تو نشد. اسکر بخی میای خود خراب میکنه. آه تو خود نمیکنه. تو استاد چی روبری؟ آه پایت ترسه استاد کو. پشایی تو بگی اسکر واره. او بچه به خاطر که امروز صحیح گپ نزی چند سیلی؟ پنجه. پنج تا کم است. دتا. دتا. تو بیا. دیگه خیلی شوخی میکنی؟ خو نمیکنم. خو نمیکنم. نان میخوری؟ نان میخوری؟ آقا. چی میخوری؟ چی میخوری؟ خا. دهم خورما. خوشحالم میخم. شما هم خورما بگیرین و. من نه. شیر احمده. خا. روزه چانی ولی روزه. خودتان روزه گرفتین. خا. ما میخوایم که عبدالله جان. عبدالله جان میخوایم که این طرف بیاین بشینین. سعیس. که کامرا اینمو شارت تا صحیح جور کنه خو خود این طرف بیاین بخیز آفرین دل تراشه خا خوشحال سره نزدی کینه او لګرامخ کې شه د سرخان تر نزدې شه آفرین خا دا واخل مایک وزارت وای چې له خیره سره نن دی روزه څنګه تیر شوه خا نو ولزان معرفي کوم بسم الله الرحمن الرحیم نوم می عبد الله د تونسم ټولګي زکونک خا سعید له خیره سره او تا مونږ ته شعرونه مرا ولیدانه چې وازی دی روزنې ولیکنه خا بسم الله الرحمن الرحیم پیام بانگار نقاش روزگارم نقش کش نگار من زنده ایم برایت این گوش می شمارم با دو رویت عزیزم از دل رویت قرارم نقاش روزگارم نقاش کشم نگار فرشته دوالم تو من به کمال تو نور جاودانم تو ماه آسمانی ای تار بودی جانم ای عشق جاودانم با توستم روح جانم با توست دو جهانم آفرین 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 داره توی چه لخیر آینده که بچه جوریگی انجینر انجینر لخیر سره که نو داتی چه نن روژه و عوام دیره گرمه و نو داتی چه چشت دیزل زر شوی چه روژه ماته که آقا بخوی زکه چه اوز لگ وقت پاتی ده روژه دوده نو طول بلاسونه پورتا کو لخیر سره خدای دې دسترخوان په برکت باندې زمونږ د ټولو د روژه او عبادتونو نن چې مونږ کړی دي خدای په خپل در کې قبول کړي او زمونږ په هیواد کې دي خدای د تل د پاره سوله او امن راولي او د دې دسترخوان د روژې په مبارک په وجه باندې او دغه ماشومانو
په وجبانې زکه چې دا همیشه مونږ ویلې چې ماشومان د جنت ګلونه دي. نو خدای دې زمونږ دغه سوال قبول کړي او شایمر ته لږ وخت پاتې تاسو هم په خپل کورونه کې لاسونه چې دعا ته پورته کوي افغانستان پکې خامخا یاد ساتئ، ځکه چې الله تعالی دعا قبلونکی ده. نه تاسو اشتیا ښه اشتیا درته غواړم، ډوډۍ خوري، آفرین، خپل ډوډۍ خوري له خیره سره دا وګوري، دا هغه ته وګوري لږ دنه ځکه اسکر ته وګوري څنګه ډوډۍ خوري، آفرین. امر رقم نان ته بخورین او شیر احمد ډیرو بخا دغه پیټ کراوړي. نو زه نه غواړم چې د ماشومان ډوډۍ په وخت کې مزایم شم، ځکه ما باندې خدای سیم نه د خوړلې زبه د یو څو ایمیلونه ما بس پسان میخورم. بخیر، میخوایم اینو مشتوکا که یکم زر نان بخوره انرژی بگیره تا وقت ما باید یک چند ایمیل جواب بدم، فیسبوک برم که در فیسبوک چیگا پاستا در مرماخام. خو سایستم امید سادات سلام نجیب جان تا و دلمر کارکونکو ته هیله لرم چې روغ جوړ اوسئ. مننه کوم ستا د ښایسته خپرونې نمو د لا بریا په هیله. ډیره مننه امید سادات چې په فیسبوک کې ګمه ښایسته مونږ ته میسج پریښی ده. بیا هم مونږ ته ارمان زما ارمان مونږ ته کمنټ پریښی، نجیب جان دا ته څومره کالی لري او تکرارېږي کالی نه غوندې، کومه مغازه سره دې قرارداد کړی ده که څنګه؟ کاشکې چې کالی دې زما په اندازه وای، ما ته به دې رالیږلي و، حتما مې درلیږل، خو ستا په اندازه داسې ښکارېږي چې ته به زما نه چاغې. نو داسې ده چې کالی خو زما مسلک داسې ده چې باید ډېر کالی مونږ جوړ کړو، نو یقین وکړه چې ډېر کالی لرم. بیا هم ډېره مننه ستاسو څخه. بیا هم بشیر شجاعی، تھینکس نجیبہ جان فار ریڈنگ مائی میسج ان لمر ماخام پروگرام، آئی ہوپ دیٹ دس کائنڈ آف اسسٹنس. خا هغه وایي چې ډېره زیاته مننه ستاسو چې دینه زمونږ میسج دې په خبرونه کې ویل، او وایي چې دغسې چې مونږ کوم کار شروع کړی زمونږ هغه بچیان د افغانستان چې مونږ سره د خپل وس مطابق غواړو چې مرسته وکړو هغه کوو. ډېره زیاته مننه وو له خیره سره. او بیا وایي چې زمونږ نیکی هیلې له تا سره دې ډېره زیاته مننه او استاد ژوند زما د پاره نیکی هیلې او د افغانستان د پاره. او بیا هم لیکلی دي چې basically also I want to tell you that some people in the Facebook posting a lot of messages abusing language. نو دا مخکې ما جواب ورکړ چې دا هغه خلک دي چې غریبانان بل قارن لري، او ته خو یقین وکړه کې زه خو هیڅ وخت د چا په داسې خلکو قصه کې نه کیږم، ځکه چې زه پوهیږم چې زه څه کوم، او ستاسو غوندې خلکو مینه چې له ما سره وي، نو زه داسې د بې عقلو خلکو په قصه کې هیڅ نه کیږم. د ما عقلو بیا بېرته راستنه کیږم. شراغلاس خبرونه المر ماخام له نجیبې سره، او دغسې خبرونه زمونږ ادامه لري. زمونږ په نن خبرونه کې هم ډېر مهمه موضوع ده د ډاکټر سره د غاښونو په حواله باندې، چې کوم غاښونه د خلکو مشکل لري د هغې په اړه، او څنګه کولی شو چې په روژه کې د خپلو غاښونو ښه حفاظت وکړی شو. ښه، مایک پیشي کیاست؟ این آفرین. و اوس هم زما د ستا خواته در زمان چې تا خپل ځان معرفي کې مونږ ته یو ښایسته مقاله وای. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه مستوره د دریم ټولګي زده کوونکی. ښه، دریم ټولګي زده کوونکی له خیره سره، او مقاله دې هم مونږ ته راوړې ده له خیره سره. مقاله په څه باندې ده؟ دینی معلومات. دینی معلومات. نام خدا، نام خدا، صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. غوره ویناوی درې شیان په اسانۍ له لاسه مه ورکوئ: دوست، وخت، ځواني. درې کسان ته تل واجب الاحترام ولرئ: مور، پلار، استاد. درې شیان د خپل ګټې په
ګټه ولره، عقل، صبر، همت درې شانه تر لمر زیاتو پیژنه. الله تعالی ځان د بل حق درې شانه همیشه په یاد ولره. مر احسان قز درې شانه پسانه پورته قلم قسم قدم درې شانه زیات خواږوي. مال اولاد ازادي درې شانه ساتنه کوي. نفس امانت د بل د بل عیب. ډیر ښه نام خدا دی. ښه نو که دا راته ووایې چې پاینده کې ته څه جوړېدل غواړې له خیره سره؟ فلیس. پولیس؟ نه پولیس جوړ میشه به خیر. آفرین. نه خیر بهیي. خوشم. ما ممایتش میکنیم. صحیح ده، موږ دې حمایت کوو. صحیح ده. ښه آفرین. نامخته نامخته. ښه دا راته ووایه چې په خپله ستا په تلویزیون کې څه زیات ګورې؟ تلویزیون ګورې؟ کوم پروګرامونه ګورې؟ ستا برنامه ډېر ګورم. ښه زما برنامه کې دې څه خوښېږي ډېر چې ته خامخا یې ګورې؟ دومره ډېر تلویزیونونه دي، دومره ډېر خپرونې دي. خپرونې کې دې څه زیات خوښېږي؟ نن خو دې خپرونه په دې خوښېږي ځکه چې خپله پکې راغلې که نه؟ بېل هغې نه مې خوښېږي. ښه صحیح ده. آفرین آفرین. اوس نو ته خپله ډوډۍ نوشي جان کا. صحیح ده. او دغه چرګ هم باید دې کوشنیانو ته ورکړو. اینه بخورین برما بګین کې شیر احمد یې چې رقم جوړ کړه. نو موږ خو بوتین کې کلشان یک یک دانه بگیره. کلش خلاص شده. کلش خلاص شده؟ آفرین تان والا. اینه خودت یک دانه بگی؟ ایره بخو باز برما بگو که چه رقم جور کرده. ای طرف دادیم. خا ای طرف دادین. صحیح. خب نو اوس هم د سره بل میلمانه ناسره دغه خوا ته زم خو دغه نه مخې زه مونږ ته دلته کې یو بل کوشنې ناس چې هغه زه تاسو ته یو خایسته غونډه قرات وړاندې کوم. صحیح ده. نو زه وایم چې زه ته د په زیبه نه راشه دلته کې نه. صحیح ده. ته الته کې نه. آفرین. او د خپل ډوډۍ مشکاب د خپل مخې ته کې ده. خپل ډوډۍ ته دې ادامه ورکه وي خو. صحیح ده. و او دا د تیم چې دغه ماشومان چې څومره راځي. شیر احمد انعام پاتې دی د ایشان تولیدات دوخانه یو خایسته ډالۍ باید دومره خایسته مقاله مونږ ته راوړې ولا. آفرین. و دا باید دغه د ایشان تولیدات څخه د تحفه ده. دا واخله. دا بل تاسو راځي او اوس هم زوی ته مونږ ته خایسته. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې اطلاع ده د شپږم ټولګي نه. شپږم ټولګي کې یم. او سلام تاسو ته. سلام همکارانو ته. زمونږ همکارانو ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم. آفرین. نام خدا نام خدا نام خدا. و شیر احمد د توفان باید ورته راوړې او دا مایک راکه. ښه شیر احمد د دې توفه راوړي د ایشان تولیدات توخانه چې هغې په دې کې په دې قوطي کې ډېر شیان دوی ته ایښي دي بیلابیل چې دا تاسو کور ته لاړ شئ خلاص کړي نو ډېر به ورته خوشحاله شئ. دا واخلئ. نام خدا نام خدا. و آل بر ما اول نام ته نام چی است؟ اسم شعبان هستم. سلام به شما و سلام به اکرایتان. این غذا بسیار مزه‌دار بود. مزه‌دار بود. شیر احمد جور کرده بود. اگر مزه‌دار نباشه باز جنگ میکنیم کتش. مزه‌دار بود. خب در کدام سن درس میخوانی خودی؟ من در مکتب سلطان نازیه. خب و نام خودت؟ ساجده. ساجده جان مکتب میری؟ خب در کدام سن هستی؟ در صرف دویوا. خب کدام چیز زیاد مزه‌دار بود؟ نمی برای زیاد وزا بیده. آفرین. شما میگین دفتر چقدر خوب نان جور کرده. اینه ساجده جان گفت میگه که چی یک نان بود امروز. میگه برنج بسیار عالی پخته کرده بود. خب و از غوانم چی ده کالی هم تاسو را بڑی
ساجده جان بسیار تشکر که آمدی، خودت بسیار تشکر که آمدی در برنامه، او دا هم استاسو یو خایسته ډالۍ ده زمونږ د خوانه چې تاسو سره بله خیره سره ځي زمونږ د پروګرام د خوانه، او ای هم کالای ایدی تاسته خو که از طرف فتانه گیلانی است خو بر شما ورده بودن و ما بر شما دادم. آفرین تان، نان تان بخورین و اوس به دمیت ازو دمین ورست چې له خیره سره راشو. بیا بله مونږ سره ډاکټر صاحب. راغلاس خبرونه المرما خام له نجيبي سره، او اوس هم زمونږه هغه برخه ده شکنن د ډیرو خلکو د پاره ډیره فایده لري، ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې په دې خبرونه کې کله چې ډاکټر صاحب دا سره غواړي نو زمونږ ډیر مشکلات په کې کېږي. هم دې سره تللی یو ایمیل هم دی، هغه هم زه په خبرونه کې شاملوم. خو اول غواړم چې ډاکټر مجیب الرحمن شمس زموږ په خبرونه کې موږ سره ناست، تاسو ته راغلاست. تشکر، زنده بوشین. سلام به همه کارکنان تلویزیون طلوع و کسایی که ما را طریق تلویزیون طلوع میبینه فعلا. خو ډیره زیاته مننه چې طلوع مو یاد کړو. صحیح، نو اول خو دغه موضوع څنګه چې موږ ته ډیر خلک ایمیلس کوي دې تشکری کوي چې نه دغه یو ډیره خبره چې پروژه کې تاسو په ځای چې موږ ډاکټر ته کلینیک ته لاړو تاسو خبرونه کې ډاکټر او داسې موضوعات ورسره ډیسکس کوي چې هغه زموږ په فایده ده. نن بیا زموږ یو موضوع چې د هغه د غاښونو په باره کې ده، نو اول خو تاسو ماته دا ووایئ چې ستاسو په نظر باندې سالم او ښه او صحتمند غاښونه کوم دي؟ بهترین دندان و بهترین سالمترین دندان او است که هر انسان باید از حفظ صحه و از پاکاری و نظافت تنجاف دهن خود باید برخوردار باشه. بله، به خاطر که تمام وجود هم از این طریق جوف دهن اکمال میشه. خب بیا دی نور موضوع ته بزن مزدغل ترازم، چون که زما په خبرونه کې ماشومان هم ناستی، نو ماشومانو دا ډاکټر صاحب څه وایي؟ دا ایره بشنوین خو به فایده تا نسته. نمی دندانه اوشتکو به خاطر که چاکلیت هم میخوره و نمیفهمه که باید برش کنه دندانه خود، اینا مادرش یا فامیلش کی باشه که بر چه رقم برسن؟ باید در والدینش و مادرش خصوصا زیادتر طفل که دندانش در سنای یک سالگی خروج میکنه، بله، شش ماهی خروج میکنه، بعد از یک سالگی یا دو سالگی اگر برس نمیتونه همراه یک گاز بسیار معقم تعقیم شده که پاک میتونه که همراه زو بعد از هر غذایی که میخوره طفل دندانش پاک کنه، به خاطر که باز باعث تخریبات دندان یا کریس نگرد. و این نمی فکر کنم که علتش می باشه که اشتک باز زود زود مریض هم میشه. خب و اشتک هایی که 6 ساله 7 ساله که نمی آلی 6 هستن 10 ساله هستن اونا؟ اینا باید همیش باید متوجه صحت خود باشند، متوجه همی خود دندان های خود همیش باشند، باید بعد از صرف تام همیش باید دندان های خود برس بکنن و نخ استفاده کنن. خب این نمی دندان که مثلا بیا گزک میکنه یا مثلا چینجی پا کی گی غاق که ندیدی ایلتون کم دی؟ علتش همی است که می عبدالصحه جوف دهن تقریم نمی باشه و اکثرا مردم ما که ما شما می بینیم خصوصا مردم که اکثرا در اطراف ها زندگی می کنن، بله، برس نمی کنن. و همی مواد غذایی که به حساب می خورن این داخل به حساب خالیگاه دندان باقی می مونه، بله، اینمی خصوصا از طرف شو که تنفس از بینی می گیرن این باعث از این میشه که دندان سیاه می کرده، باز یک عرانات است ما شما می گم کرپاتش. ډاکټر صاحب سره به د نننۍ موضوع په باره کې خبرې کوم. یو ایمیل موږ ته راغلی ده د قندهار څخه، مریم جان موږ ته ایمیل رالیږلی او هغې دا ویلي چې لمر ماښام خپرونه زموږ ډېره خوښه ده او پروژه کې چې تاسو خپرونې ته ډاکټران راغواړئ دا ډېره زیاته ښه ده، ځکه چې زموږ ډېر مشکلاتو باندې په ځای د دې چې کلینیک ته ورشو ستاسو په خپرونه کې زموږ مشکل حل کېږي. مننه چې د قندهار ښایسته بهار نه تاسو موږ ته ایمیل کړی مریم جانې.
خیر اوسې کور دی ودان او څنګه چې تاسو معلومه ده نن زمنګ موضوع چې دا اغه د غاخونو په اړه باندې ده او دا غي د پر لمک سره ډاکټر صاحب ناشته نو اغه سره خبرو ته ادامه ورکو زیاتر مردوم کې دانش دان میکنه میره ور میکشه و ایګه چې دروسه است کې وخت نو مې کې یو غاخ دی بس به دا نو ټول غاخونه وباسي ای اشتباه است ای گپ متل عامیانه مردم ما شماست باید دندان خود اول کوشش کنه پیش که با وقت و زمانش پیش از او که این تخریبات پیش رفته شود با یک دکتر صاحب مراجعه کنند که ای از این جلوگیری شود از تخریبات زیادش و متاسفانه مردم ما شما میبینند دندانشان تخریب شده سیاه شده دا تا که درد نکنن احساس درد نداشته باشن هیچ به دکتر مراجعه نمیکنن. خا او ډیر خلک دا چې دا د غاخونو رنگ بدلیږي یا زیر شي یا شین شین شي یا تور شي دا د دا دا, دا, دا علت څه دی؟ ای چند علت داره. یک علت ازی است که طفل وقتی که در بطن مادر میباشه مادر خودسرانه دوا میخوره یا سردرد میشه یا تکلیف معده داره خصوصا تتراسیکلین یکان چیز را که میگیره ای دواره ای جرم دندان در خود جنین به حساب تشکل میکنه وقتی که طفل تولد میشه باعث ازی میشه که تغییر رنگ میده. خب تشکر دکتر صاحب که آمده وقت ما خلاص شد زنده باشین امدی سر خبرونه پای ترسیگی خوشحال جان تشکر سبا باز هم استیم در برنامه بخیر نو پلوی الله مسپارم شپم پخیر تل دیوی افغانستان در لپمان.